یا علی، عرض شود بر این که یا الله، نمیدونم بزرگان حاضر در انجمن میدونن یا نه، لکن دنیا بداند که صدای ما پخش میشه، بدونن که در هیچ زمانی به اندازه این زمان تبلیغات به این گستردگی علیه مذهب حق تشیع به این وسعت و گستردگی نبوده. در مناظره که در مدینه با یکی از این وهابیا داشتم، یکی از حرفایی که زد، البته من اونجا جواب دادم و اینو خواهم گفت، اینه که و متاسفانه بعضی از روشنفکرایی که مردک خودش نمازم نمیخوند اصلا، لکن دیگه حالا در همه زمینه اسلام شناس نماز نخون، اسلام شناس و اسلام نویس نماز نخون، میفهمی چی بهت میگم؟ اینم دامن به حرفا زد، شیعه و تشیع را از زمان صفویه اعلام کردن، گفتن شیعه چیزی به نام شیعه مطرح نبوده از زمان صفویه به این طرف، چون تا قبل صفویه حکومت و ملت دست اهل سنت بوده، صفویه یک امت، یک ملت، یک سلاطین شیعی بودن، وقتی قدرت را دست گرفتن علمای شیعه هم به کمکشون اومدن، مثل شیخ بهایی، مثل محقق کرکی، مثل علامه مجلسی قدس الله اسرارهم علیهم رضوان الله، اینا اومدن به کمک اینا و تشیع را که ریشه در قرآن و روایات داره و خواهم گفت، اومدم که همینا رو بگم، اومدم که اینجا میشینم منبر منبر باشه، منبر چوب نباشه، حاضر اعواد نباشه، اومدم اینو بگم. این علی رغم گفتار خرافی و سخیف و مزخرف و مبتذل وهابیا و روشنفکرایی که دامن میزنن به این حرف مزخرف و بیریشه، شیعه ریشه در فرمایشات خاتم الانبیا داره در کتابای اهل سنت، حالا بهش که رسیدم مشروحش رو عرض میکنم، لکن مشت نمونه خروار یک کتابی است به نام الدر المنثور، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، از علمای بزرگ اهل سنت، هم مورخ تاریخ الخلفا داره، هم مفسر، هم محدث، هم ادیب در ادب و در زبان عربی کتاب داره، این رجل واقعا ملای بزرگ اهل سنت، در کتاب الدر المنثور جلد آخر این تفسیر در ذیل آیه سوره بینه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، سوره بینه چند تا حدیث نقل میکند که خاتم وجود اقدس خاتم الانبیا اشاره کرد به امیرالمؤمنین و فرمود ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. من نمیگم کی بوده، خود اهل سنت و یا شیعه ای که این صدا منو میشنوه در آینده بلود به تاریخ، به تفسیر دارالمنثور مراجعه کنه، ببینه این کی مرده و صفویه کی به تو ارسلان که به قدرت رسیدن، و این کلام در لسان علمای شیعه و در کتب تاریخی و تفسیری و حدیثی بزرگان اهل سنت وجود داره که وجود اقدس خاتم الانبیا کلمه شیعه را به پیروان مکتب اهل بیت خاتم الانبیا اطلاق فرموده است. این که میگن شیعه صفویه از زمان است و صفویه شیعه را آوردن، صفویه شیعه بودن، به قدرت رسیدن، علمای شیعه از فرصت فرصت و غنیمت شمردن، از فرصت استفاده کردن و مکتب تشیع را از قرآن کریم و روایات معتبر اهل سنت ملتی که منحرف بودند و به تشیع آوردن. این نیست که شیعه از زمان صفویه باشه، صفویه سلاطینی بودن، اینجور نیست. تشیع ریشه در فرمایشات اهل بیت داره، ریشه در لسان خاتم الانبیا داره و انشالله بهش میرسم مفصل، حدیث شریف ثقلین را با مدارک اهل سنت و عرصبت برنی که این هم یک مطلب، که این مطلب مطلبی نیست که ما بگیم شیعه جدید الاحداث بوده، نه خیلی اینجور نیست. مطلب بعدی این است که تمام اختلافاتی که بین پیروان مکتب حق تشیع که پیروان مکتب اهل بیت علیه مسلات و سلامن بعد از خاتم الانبیا امیر المؤمنین را به امامت و خلافت و ولایت و رهبری و در علم و عمل و عصمت و تقوا رهبر برگزیدند و دنبالش را افتادن و علم و عمل و تقوا و اسلام و مکتب و تفسیر و حدیث از او گرفتن و بعدم از آقازاده های معظم ایشون علیهم سلام الله گرفتن، تا زمانی که عرصبت بر این که صاحب چار مذهب به دنیا اومدند و مذاهب چاخ کردند درست کردند، بعد اومدن جلو، این اختلاف اینجوری که الان چماق کردند وجود نداشته.
من برای اینکه هم خطا نگم هم اشتباه نکنم عرض دارم که یادداشت کردم، دقت کنید، خوب دقت کنید. ابو حنیفه سال 80 متولد شده، محمد ابن نعمان سال 80 متولد شده، یعنی 80 سال بعد از هجرت خاتم الانبیا، 70 سال بعد از رحلت خاتم الانبیا به دنیا اومده. این چجوری میتونه رئیس مذهب باشه امیرالمؤمنینی که تو دومن خاتم الانبیا به دنیا اومده نباشه؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو دومن خاتم الانبیا به دنیا اومده. این اگر ما اینا به عنوان امام و رئیس مذهب برگزینیم، این کفر است و شرک است و خونمون هدره. در سوریه میکشنمون، در عراق میکشنمون، در افغانستان میکشنمون، خدا نکن که دستشون برسه، اگر برسه همینجا میکشنمون. اما وقت ما دفاع که میکن نمیشه اینجور. ابو حنیفه رئیس اهل سنت 4 تا رئیس مذهب دارن. رئیس مذهب اولش سال 80 به دنیا اومده، 70 سالم عمر کرده، سال 150 فوت شده. شاگرد 2 سالم شاگرد امام صادق بود و برابر امام صادق دکون وا کرد. دومش مالک ابن انس سال 93 به دنیا اومده، سال 179 فوت شده، 93 سال بعد از پیغمبر. محمد ابن شافعی سال 150، همون سالی که ابو حنیفه از دنیا رفت، محمد ابن ادریس شافعی به دنیا اومد، سال 204 هم از دنیا رفته است، یعنی یک سال بعد از شهادت امام رضا این مرد مرده. چهارمیشون هم احمد ابن حنبل سال 164 به دنیا اومده، 164 به دنیا اومده، 241 هم زمان امام هادی هم از دنیا رفته. پس کسانی که از سال 80 تا سال 241، 80 تا 241، نه پیغمبر را درک کردن و نه اصحاب را، نه پیغمبر درک کردن نه اصحاب را. سال 80 هجری که دیگه اصحابی نمونده بود که. کسی که نه پیغمبر درک کرده است نه اصحاب پیغمبر اکرم را، یه حدیث هم از پیغمبر اکرم خودش نشنیده، یه حدیث هم از اصحاب پیغمبر خودش نشنیده، این میشود رئیس مذهب کذا. و اون وقت اون کسی که 33 سال تو دومن خاتم الانبیا بوده است، حتی شبی که جبرئیل به خاتم الانبیا نازل شد غار حرا، امیرالمؤمنین کنارش، یعنی شخصیتی را که شخصیتی که اینجوریه. تاریخ خطیب بغداد، تاریخ خطیب بغدادی یکی از تواریخ معتبر اهل سنته، نویسندش خطیب بغدادی سنیه، در جلد 13 همش در مقادر وقتی به ترجمه و مطالبی راجع به ابو حنیفه میگه، میگه ابو حنیفه گفت، گوش کنید به این جمله، جلد 13 هم تاریخ خطیب بغداد جلد 13 هم میگن که لو ادرکنی رسول الله لأخذ منی علما کثیرا. هر کی لسان عربی بلد بود فهمید چی میگن. ابو حنیفه میگفت، تاریخ خطیب بغداد سنیه، حنفی هم است، امامش همینه، میگه ابو حنیفه اونقدر در علم لب بالا که گفت اگر پیغمبر منو درک میکرد از من علم زیادی باید یاد میگیره. اونی که جبرئیل بهش نازل میشه، اونی که خدا در 120 بار معراج باش حرف میزنه، اونی که علم صادر اول، اشرف صادر اول ما خلق الله نوریست، این باید به پلو ابو حنیفه دوریالی علم یاد بگیره. ما توجه کن چی عرض کردم. اون وقت یکی از علمای بزرگ، واقعا مرد بزرگیست، من کتابش را دیدم، واقعا مرد بزرگیست، موفق ابن احمد ابن محمد مکی، معروف به خطیب خوارزمی، معاصر شیخ طوسی ما بوده، مکی، در مکه به دنیا اومده، اونجا هم مرده، حالا نمیدونم کجا مرده ولی در مکه به دنیا اومده، مثل که مکه هم به دنیا رفت، الان شک کردم، ولی تولدش در مکه است، بچه مکه است این مرد. ایشون در کتاب مناقبش که از کتب معروف و معتمد و مسند و صحیح اهل سنته، میگه به خاتم الانبیا گفتن یا رسول الله به ای لغت کلمک الله سبحانه و تعالی در شب معراج خدا باهات حرف میزد، صدا خدا چجوری بود؟ پیغمبر اکرم فرمودند که کلمنی الله به لغت علی ابن ابی طالب، صدای علی، صدای خدا صدای علی بود. من گفتم خدای توی حرف میزنی یا علی؟ فرمود نه منم حرف میزنم، لکن در این مجلس انس چون علی رو دوست داری و دوست دارم، خواستم به لغت علی باهات حرف بزنم. لکی تطمئن قلبک، لکی یطمئن قلبک، به جون خودم مکه نفهمیدم یعنی چی. با صدا علی باهات حرف زدم که در این مجلس معراج کجاست و پیغمبر کجا رفت؟ سبحان از اصحاب عبدهی 120 بار خاتم الانبیا به معراج رفته است، در اون معراج، در اون محل ثم دنا فتد الله فکان قوب قوسین او ادنا، سوره بن نجم، اون معراج و اون عظمت و اون
خدای منان با صدای مولا امیرالمومنین اهل سنت، از بزرگان اهل سنته، گفت میخواستم دیدم صدای علی قلب تو را آرام میکنه، آرامشت میده، با صدای علی حضرت دل آرام بشه. عبدالله الدین عبدالرحمن سیوطی در جلد اول تفسیر الدارالمنصور شواهد و تنزیل حاکم حسکانی از علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت، حاکم نیشابور در مستدرک، مناقب ابن غازلی، مناقب خوارزمی و الی آخر، فتلقى آدم من رب کلمات فتاب علیه، احادیث متعدد فراوون نقل کردند که خدای منان را آدم به الهی یا حمید و به حق محمد یا آلی به حق علی یا فاضل به حق فاطمه یا محسن یا در به اینا قسم داده است. اگه من بگم بعد از خود بعد از پیغمبر اکرم فاطمه زهرا امامان من اینا هستن، کافر مشرک بکشش. اما اگه بگم امام ابو حنیفه است، مسلم، موحد، این چه منطقی است؟ این بنا به حق حکومت میکنه؟ این چه منطقی است بین حکومت میکنه؟ اینا که ایناند، اینایی که ایناند. اصلا بر این که شرح حال همه اصحاب و همه عشر مبشره واقعا از عهده یه منبر و دو تا منبر و ده تا منبر و صد جلد کتاب بشه آدم بخواد من کیا بودن و چکالا کردن. اما در حق در حد وسع مجلس و در حدی که میتونم بگم، آخه همشم نمیشه گفت، همشم نمیشه گفت. نمیتونیم ما بشینیم تماشا کنیم معاویه که پدرش از سال اول که پیغمبر اکرم ما قول لا اله الا الله تفلحو سنگ تو سر پیغمبر زد، شکم به شطور سرش ریخ، مجنون بهش گفت، دیوونه بهش گفت، ساحر گفت، کذاب گفت، اشر گفت، ابتر گفت، 13 سال سنگ تو سر و دندون پیغمبر اکرم زد، پیغمبرم مجبور کرد از شهر خودش، وطن خودش، مولد خودش، محل ولادت خودش هجرت کنه بیاد مدینه. اومد مدینه، ولش نکرد، جنگ بعد رئیس و فرمانده کل قواش ابو سفیان بود، جنگ احد 70 و چند نفر شهید با اون بزرگان اسلام، فرمانده و رئیسش ابو سفیان بود، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ خندق، صلح حدیبیه، پیغمبر را بره داخل مکه نگذاشتن، بره برش گردوندن تا سال 8 هجری 21 سال پیغمبر فرموده است قولو لا اله الا تفلحو و اول کسی که سنگ تو سر پیغمبر زد ابو سفیان بوده. حالا در فتح مکه هم از ترس شمشیر مسلمین و امیرالمومنین گفتن لا اله الا الله، و الا اگر او روز هم پیغمبر نتوانسته بود والله العلی العظیم نمیگفتن لا اله الا الله. این ابو سفیان و معاویه که 2 سال مونده به آخر عمر پیغمبر در فتح مکه جوری که عبد پیغمبر شدن، چون اسیر پیغمبر شدن به فرموده قرآن کریم، به نص قرآن کریم، اینایی که در جنگ کافر که در جنگ اسیر شود عبد است، لذا پیغمبر فرمود اذهبون تو مطلقه آزادتون کردن. ابو سفیانی که اونجوره، حضرت ابو سفیان رضی الله عنه، معاویه که اون معاویه بوده است، اون جنایاتو کرده است، حالا میگم خود شیطنت ها کرد در کشتن عثمان، همه هم میدونن، همه کتاب هم نوشتن، جنگ با امیرالمومنین 100 روز در جنگ صفین شمشیر به امامش زد، شمشیر به علی زد، 200,000 نفر را به خاک و خون کشید و کشت و نابود کرد. حضرت معاویه رضی الله عنه، تو اینجوری کار میکنی ما بشیم ساکت باشیم؟ امام حسن مجتبی رو تیر باران میکنی؟ اونجوری زم میدی؟ اونجوری میکشی؟ اونجوری از پادر میاری؟ خرج ابن عدی اونجوری میکشی؟ عمرو ابن حمقا اونجوری میکشی؟ اصحاب اونجوری میکشی؟ تمام اینا را یه همچین معاویه، معاویه رضی الله عنه، بابا ممر المومنی جنگیده است، بابا 200,000 نفر را به خاک و خون کشیده، طلحه و زبیر کذا و کذا، خب بابا 20,000 انسان در جنگ جمل به خاک و خون کشید، بهترین مسلمین را دست مولا علی در ساختن کشور اسلامی و ترویج معارف بس، بعدم مولا را شهید کرد، بعدم در وقتی خبر رسید به معاویه که علی کشته شده سجده کرد و سجد و سجد من معه، هر کی باشون سجده کرد شادی میکرد، خوشحالی میکرد. شما بشین بگید معاویه، ما رضی الله عنه، ما هم ساکت بشینیم؟ خب نمیشه ساکت بشینیم که. ما میگیم آقا معاویه اینه، ما میگیم طلحه اینه، ما میگیم زبیر اینه. آقای ما هم حسن مجتبی سلام الله علیه کنیز داشتن به نام ام اسحاق، به آقای ما حسین سلام الله علیه فرمودن که داداش من دارم شهید میشم، اون لحظات آخر بعد از من با این بانو ازدواج کن، بانوی با وفای مؤمن بزرگواری است. من تصورم این بود، یعنی اینجوری بود، تخیلم ندیده بودم که ایشون هم تو کربلا حضور داشته، به این برخورد که کردم دم نه بابا،
این رقیه که به دنیا آمده است، این بانو از دنیا رفته است، یعنی رقیه در کربلا مادرم نداشته. وقتی تیکه رو در عاشورا کتاب دم دستم بود، وقتی دیدم واقعا سوخت، واقعا جگرم سوخت، خیلی علو گرفتم. حالا باز بچه که یتیم میشه، اگه مادرش باشه تو دومن مادر پناه میبره، مادر بغلش میکنه، مادر نوازشش میکنه. وقتی مادرم نباشه خب چیکار کنیم بچه؟ خیلی سوختم، خیلی سوختم. مرحوم آیت الله ملا هاشم خراسانی که اهل علم میدونن از شاگردای ملا و قوی و قدر مرحوم آقای آخوند خراسان رضوان الله تعالی علیه اجمعینه، در این کتاب معتبر منتخب التواریخ ایشون نقل میکنه، میگن که یه رفیقی من دارم مسندا، رفیقش با خودش حرف زده، میگه رفیقی من دارم در نجف به نام عاشق علی شامی، ایشون نوه دختری مرحوم اسد ابراهیم ابن مرتضی از نسل سید مرتضی علم الهدای خودمونه. این سید ابراهیم موسوی ابن سید مرتضی، این که میگن ابن مرتضی به لحاظ با حذف وسایط هست، میگن ابن مرتضی. سید ابراهیم ابن سید مرتضی یعنی سید مرتضی علم الهدا، برادر سید رضی نهج البلاغه. این مرحوم آیت الله ملا هاشم خراسانی در منتخب التواریخ مینویسه، میگن که مرحوم عاشق علی نوه دختری اسد ابراهیم برای خودم نقل کرد بی واسطه، گفت یه شب مادر من خواب میبینه رقیه را سلام الله علیها، میاد داخل میگه که به بابات بگو قبر من آب گرفته و لجنی شده و بدن من در تعب اذیته، به بابات بگو بیا اقدام کن قبر منو تعمیر کن. این دختر میگه بابا من یه همچی خوابی دیدم. میگه بابا دولت عثمانی حکومت سنی اونجوری بر ما مسلط، میگه حرفی هست از من گوش میبرم قبر تعمیر کنم، دست اوناست را به ما نمیدن، اعتراض نمیکنه. شب ایشون سه تا دختر داشته، شب دوم دختر بعدی، شب سوم دختر بعدی، اعتراض نمیکنه. شب چهارم خود سید ابراهیم عاشق ملا هاشم خراسانی میگه عاشق علی شامی گفت مادرم گفت خود بابا خواب دید. رقیه اومد تو گواسط ابراهیم هر چی به دخترات پیغام میدم اعتراض نمیکنی، بدن من در تعب در اذیت، قبرم لجن گرفته، آب آلوده کرده قبر منو، بدنم قبرم آلوده شده و اذیت، تو نمیخوای بیا قبرنا تعمیر کنی، چرا اعتنا نمیکنی؟ گله میکنه، گلایه میکنه، به زبان گلایه با سرمان حرف میزنه. سر ابراهیم هم 90 سالشه، پسرم نداشته، سه دختر داشته، از خواب بیدار میشه و میگه باد آباد، میره پلو حاکم دولت عثمانی وقت، میگه من یه همچی خوابی بچه هامو خودم همچی خوابی دیدیم بابا چیکار باید کرد. وقتی کار از بالا صافه این اثر میکنه، میگه آقا پاشو بری باشه، پا میشه میاد، ولی میره در دل حاکم که امتحان کنه ببینه راست میگه این. اول کلید در حرم مطهرها میده دست دیگران، هر کدوم کلید میندازن در واکنل وانه میشه، میده به سید تا میرازه وا میشه، میگه نشونه اول که کلید اون در به دست اونا در وانه کرد، به دست این سید وا کرد. میاد کلنگا میده به دست اونا، هر کدوم کلنگا میزنه کلنگ برمیگرده قبر وانه میشه، میگه خب سید تو اقدام کن، سید میگیره کلنگا که میزنه قبر باز میشه، تا قبر باز میشه میگه خب دیدید که راست میگم، اون در اینم قبر، حالا که اینجور شد پس برید عقب، چون این من سید موسوی ام، این رقیه عمه منه، محرم منه، شما نامحرمید، ناموس حسینه، نباید چشمش بیفته، برید عقب. رقیه دختر امام حسین هم میگه ها چقدر بی سعادتن اونایی که مطالعه نکرده فکر نکرده همینجور چیزی میپرونن، نه فکر آیندهشون میکنن، فکر عقبشو، بابا ما احتیاج داریم به اینکه بسازیم، توی خراب کردی چی ساختی جاش، نگو به خدای وحده اولا شریک الله قسم میخورم اگر کسی دختر منو بگه دختر تو نیست پارش میکنم، دختر منو اگر کسی بگه دختر دختر تو نیست من پارش میکنم. چجور جرعت دارن از ابوالفضل نمیترسی دختر حسین هم دختر حسین نیست، از امام حسین نمیترسی، از امام زمان نمیترسی؟ آقای بندان شابوری 40 تا کتاب نام بره که میگه رقیه بنت الحسین کامل بهایی معال سفتن جلد 2، 40 تا کتاب میگه در قبر باز کردم، آخ آخ آخ. پس اینا میگفتن براش کفن آوردن، این که با همون لباساش دفنش کردن، کفن کجا بود؟ بدن رو دستش میگیره میگه این عاشق علی برای من نقل کرد، گفت از معجزات و عظمت همین بس که این پیر مرد 90 ساله سه شبانه روز این بدن رو دستش بود تا قبر آماده شد، لباس عوض کردن، لباس رو شستن، تمیز کردن، کفن آوردن، قبر رو تعمیر کردن،
توی سه شبانه روز این سید پیرمرد نه دستشویش گرفت، نه خوابش گرفت، نه گرست، نه تشنه، نه گرست، نه تشنه، نه دستشوی، نه خوابش گرفت، هم داره جسته بود. موقع نماز میگذاشتیم نماز واجب میخوند و باره بغل میگرفت، رو دستاش نگرش داشت. بعد از سه روز قبر آماده شد، رب بدن را بگذارد میان قبر، گفت خدایا به این طفل کتک خورده بدن کبوده مظلوم یه پسر به من بده، نسل من با این پسر باقی بمونه. خدا در پیر 90 سالگی یه پسر بهش داده، آسد مصطفی، پسر آسد مصطفی استباس، مرحوم ملا هاشم خراسانی در منتخب و تواریخ می نویسه، میگه استباس نوه اون سید الان تولد حرم رو قیه دستشه. اون وقت میگه که غیر از ناخوناش و دندوناش، چون میدونم حقش ادا میشه، میگم ها همه جا اینجوری نمیشه روزه خون.